با آقای دایی شروع میکنم. آقای دایی، دیدم اتفاقا خود شما توییتی زدید و به شکلی گفتید که اینها بیشتر چهره های دست راست افراطی هستند که دارن از مدیر عامل تلگرام دفاع میکنن، در صورتی که میبینیم خیلی از چهره هایی که الزاما به طیف راست نسبتی هم ندارن دارن از بازداشت او انتقاد میکنن. چرا فکر میکنید که بازداشت او اقدامی مشروع بوده؟ عرض کنم که من هیچ وقت راجع به اصل قضیه که آیا دادگستری فرانسه محق یا نه قضاوت نمی کنم. بعد منتظر پرونده بشیم. آقای ایشون هم وکیل خواهد داشت و در آینده است. اون چیزی که من میگم اینه که یه مسئله بسیار جدی بوده، انتقاداتی هم شده از طیف‌های مختلف. خیلی ها نگران همین آزادی بیان هستن و ادامه میکنن، ولی اون چیزی که به طور عمده در فضای مجازی و سیاسی هست الان داریم میگیم، یک جریان راست افراطی در اروپا هست که همگام با پوتین و جمهوری اسلامی که هر دو دستگیری ایشون رو نقض آزادی بیان و نشانی از پوشالی بودن آزادی بیان و دموکراسی در غرب و در فرانسه میدونن، اونها هم به صدا در اومدن با فالوورهای میلیون میلیون میلیونی در فضای مجازی به این دامن میزنن. هدفشون هم طبیعتاً نیست که نقایص دموکراسی رو برطرف کنن یا از مثلا آزادی بیان دفاع بکنن. قصد اونها در حقیقت اینه که این رو یک نشان دیگری از نبود دموکراسی بدونن، به دموکراسی حمله کنن، دموکراسی رو تحقیر بکنن و ارزشش رو پایین بیارن. و این در کلش همینه که با تئوری‌های توطئه‌ای که تو همین 24 ساعته هم شاهدش بودیم، سعی میکنن این تئوری‌های توطئه در این حال که شما دموکراسی رو بی‌ارزش میکنید، با تئوری‌های توطئه شما به همه چیز بی‌اعتماد میشید. بی‌اعتمادی به حقیقت، به واقعیت و به دموکراسی زمینه فراهم میکنه برای رشد پوپولیسم افراطی و فاشیسم. شما ببینید در فرانسه که 250 سال به هر صورت ما دموکراسی ایدئال که نداریم، نقایص زیاده و باید انتقاد کرد، ولی وقتی که شما در فرانسه مدعی هستید که با دستگیری، با این دستگیری نشون داده شد که پوشال آزادی بیان در فرانسه و دموکراسی نیست. یعنی در فرانسه که 250 سال حالا الزاما صفر و صد که نیست آقای دایی، یعنی دموکراسی هم که معصوم نیستن، ولی خب یک رویکردی که به خصوص در اروپا داریم میبینیم در مقایسه با ایالات متحده خیلی بیشتر، و اتفاقا کسانی مثل آقای ایلان ماسک هم بهش منتقدن، اینه که به خصوص اتحادیه اروپا به طور کلان و چه کشورهای عضو به طور خاص دائما دارن ضوابطی رو تعیین میکنن برای شبکه‌های اجتماعی، برای فضای مجازی، که در عمل هرچند نیتشون خیره، ولی در عمل خیلی از آزادی بیان شهروندان اروپایی رو داره تحت تاثیر قرار میده. این کاملا درسته، این نگرانی کاملا هست، ولی از شما دارید از نگرانی میکنید در دفاع از دموکراسی، ولی اونها در دفاع از دموکراسی نیست، اونها برای بی‌اعتبار نشان دادن دموکراسیه. نمیتونید بگید فرانسه 250 سال آزادی بیان بوده، یه دفعه از دیشب تا به حال آزادی بیان پوشالی شده. در آمریکا 250 سال دموکراسی بوده، از موقعی که آقای ترامپ انتخابات رو در 2020 باخت، انتخابات تقلبی شد، قوه قضایی مظهر بی‌عدالتی شد، رسانه ها همه فیک نیوز هستن. ببینید این یعنی اساس کال داستان رو زیر سوال بردن. درست میفهمید در اروپا به خصوص قانونی که پیارسال DCA رو گذروندن خیلی سخت‌تر از آمریکاست. آمریکا هم وارد این داستان شده. شما دیدید نماینده‌های فیسبوک و توییتر اینها رو به سلابه کشیدن در کنگره آمریکا، خواهان مدیریت کردن، یعنی مدیریت این فضا هستن که از این فضا برای جنایت، برای دیسینفورمیشن، برای رشد گرایشات افراطی، برای یهودستیزی استفاده نشه. شما الان در یوتیوب برید، در یوتیوب یک محتوای آزاردهنده جنسی، کودک آزاری جنسی منتشر بکنید، ببینید حسابتون رو مسدود میکنن یا نه، برای اینکه مدیریت میکنن. تلگرام به نظر میرسه که با این 12 اتهامی که الان قوه قضاییه فرانسه صادر کرد، من نگاه کردم، ایشون فراتر از DCA، حتی DCA بیانیه داده که نه، این در این کار نیست، مسئله مشارکت در یک جنایته، باید دید و قضاوت کرد، میشم انتقاد کرد، ولی اون چیزی که ما شاهد هستیم به خصوص در فضای سیاسی ایرانی این نیست. بی‌اعتباری کل دموکراسی و زیر تحقیر دموکراسی.
آقای ماشینچیان، الان دوباره بحث جدی پیش آمده بین میزان حریم خصوصی و امنیت ارتباطات و مسئولیتی که پلتفرم های مختلف مثل شبکه اجتماعی همچون توییتر و یا در این مورد خاص تلگرام دارن. آیا به نظر شما مسئولیتی متوجه تلگرام باید باشه که محتواهایی که مجرمانه است در بعضی از کشورها رو مسدود بکنه؟ درود بر شما. من معتقدم که گردانندگان پلتفرم ها هیچ مسئولیتی نباید داشته باشند برای سانسور کردن، برای کنترل، برای ایجاد محدودیت در مورد هر محتوایی که روی اون پلتفرم ها منتشر میشه، و هر کسی که محتوایی رو منتشر میکنه او باید مسئول باشه و دستگاه های قضایی اگر میخوان هر جرمی رو مورد پیگرد قرار بدن، باید فردی که این محتوا رو منتشر کرده مورد پیگرد قرار بدن. و ولی خب این پلتفرم‌ها میدونید تا میزان زیادی این امکان رو فراهم میکنن که شما مخفی بمونید. وقتی قانونگذاران، وقتی مجریان قانون نتونن طرف رو پیدا بکنن، نباید دست به گریبان اتفاقا خود مسئولان این پلتفرم‌ها بشن. یه نکته جالبی اینجا به نظر من میرسه که اتفاقا آقای دایی هم بهش اشاره کردم. من تصور میکنم اینجا یک سوء تفاهم بزرگی وجود داره. این تصور وجود داره که حکومت‌ها و دولت‌ها دارن فشار میارن روی رسانه‌های اجتماعی برای اینکه اونها رو وادار کنن به همکاری، در حالی که واقعیت کاملا خلاف این هست. ماجرا اینجاست که این اکثر قریب اتفاق پلتفرم‌های بزرگ تمایل دارن و لابی می‌کنن برای اینکه این مسئولیت برای اونها ایجاد بشه، این قدرت به اونها، اختیار به اونها داده بشه که بتونن سانسور کنن، محدود کنن هر محتوایی رو که روی پلتفرمشون منتشر میشه. یه علتش بحث رقابت، به خاطر اینی که بریر، موانع ورود به این، الان آقای دوروف یکی از بهترین نمونه هاست که یه جوانکی با برادرش در روسیه یه پلتفرمی رو راه انداخته که الان نزدیک به 1 میلیارد نفر کاربر داره. این در حالی است که این رو شما مقایسه کنید، گوگل، آلفابت نزدیک به 200,000 نفر کارمند داره، یا خدمتتون عرض کنم که متا نزدیک به 70,000 نفر اگر اشتباه نکنم کارمند داره، در حالی که تلگرام حدود 100 نفر کلن کارمند داره. ماجرا اینجاست که ایجاد اینجور محدودیت ها و گذاشتن چنین قوانینی باعث میشه فقط شرکت هایی که از یه حدی، از یه مقیاسی بزرگتر هستند و از یه حدی کارمنده بیشتری دارن، فقط اونها هستن که اصلا میتونن چنین خدماتی ارائه کنن، و در اون صورت شما دیگه جلوی ورود رقبای جدید و ایده ها و نوآوری ها و محصولات جدید رو به بازار عملا میگیرید. به نظر من مهمترین جنبه‌ای که این اتفاق داره میفته اینه. خب البته جنبه سیاسی هم وجود داره. سیاستمدارا در قرن 21 به مرور خودشون رو وسط یه دریای جدیدی یافتن. رسانه‌های اجتماعی به مرور نقش تعیین کننده تری پیدا کردن در انتخابات، در فرآیندهای دموکراتیک، و به نظر میرسه که سیاستمدارها هم تمایل دارن به اینکه این ظرفیت بالقوه بزرگ رو به خدمت بگیرن، تحت کنترل در بیارن. و این هم این مثلا داستانی که این رسانه‌های اجتماعی بزرگ سوگیری‌های سیاسی دارن، این خب توهم توطئه و اینها نیست. این رو رسانه‌های معتبر بارها و بارها گزارش کردند، و به نظر من اینها جنبه‌های مهمی که ما باید بهش توجه کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. ممنونم از هر دوی شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا، و حسن دایی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از کنیتیکت.